سلام، من امیر حسین عباسخویی هستم و در این ویدیو میخوام در مورد کوبرنیتس صحبت کنم که الان خیلی دمنش صحبت میشه توی حالا گروه نرم افزاری مختلفی که وجود داره و حالا تو شبکه‌های اجتماعی مثلا توی لینکدین خود من میبینم که حالا خیلی حالا چون اکثر کانکشن‌های خودم توی کار سافتور و اینا هستن، کامپیوتر ساینس و کامپیوتر انجینیرینگ و اینجور مسائل هم وارد هستن، خب در مورد کوبرنیتس خیلی صحبت میکنن، اینکه کوبرنیتس چی هستش و چجوری انجام میشه. درست الان شاید خیلی توی سیستم های نرم افزاری خودمون از کوبرنیتس آنچنان استفاده نمی کنیم توی شرکت هایی که اکثر کار میکنیم، با خب به دلیل ریسورس ها خب یکی از دلایلش هست، ولی خب اینها آینده سیستم های نرم افزاری هستن. آره الان هم تو خیلی جا استفاده میشن، ولی میگم تو شرکت های کوچیک شاید استفاده نشن، ولی خب توی آینده قطعا مورد استفاده قرار میگیرن توی حتی شرکت های کوچیک هم با توجه به قدرتی که به شما میدن. معمولا استارتاپ هایی که شروع به کار میکنن توی اون لول اولیه خودشون خیلی نیازی به این سیستما ندارن چون آنچنان کاربری روی سایتشون وجود نداره، ولی به مرور زمان با توجه به کاربر زیاد خب لود بالانسینگ خیلی مهم میشه و کوبرنیتس این کار رو بر ما انجام میده. توی این ویدیو من فقط صرفا میخوام یه معرفی داشته باشم کوبرنیتس، اینکه حالا ایمپلیمنتیشن و پیاده سازی چطوری هست رو الان اینجا ندارم، ولی یه ویدیو در موردش خواهم ساخت و در مورد اون هم توضیح خواهم داد که یه ذره سخت دیگه راه انداختن کوبرنیتس داخل ایران، ولی به طور کلی خیلی حالا توی این ویدیو نمیخوام داشتم صحبت بکنیم، صرفا بریم ببینیم که کوبرنیتس چی هست و بخشای مختلفش چیه. کوبرنیتس حالا با تحت عنوان K8 هم شناسایی میشه که اوپن سورسه و توسط گوگل حالا طراحی شده، البته الان توسط کلاود نیتیو کامپیوتینگ فاندیشن داره در واقع مدیریت میشه و پیاده سازی و اسکیلینگ و مدیریت رو برای شما اتومات میکنه و در واقع یه سیستم کانتینر بیس هستش. حالا که اینکه چجوری کانتینر رو هندل میکنن جلوتر میگیم و چه کاربردی دارن بهتون میگیم. دقت کنید که کوبرنیتس شبیه دیستریبیوتد سیستم هستش. به طور منطقی دیستریبیوتد سیستم بین سرورهای مختلف هست. کوبرنیتس هم میتونه همچه قابلیتی رو داشته باشه بین سرورهای مختلف باشه، اما میتونه داخل یه سیستم هم اجرا بشه و در واقع چندین کانتینر رو یارد اینقدر دیستریبیوتد سیستم داخل یه سرور شبیه سازی بکنه. حالا اگه من دیستریبیوتد سیستم میگم شاید از یه سری جهات درست نباشه برای کوبرنیتس، ولی به طور کلی آره اینجا دیگه از ما بپذیرید. کوبرنیتس از میکرو سرویس ها و داکر استفاده میکنه. داکر در واقع خب یه نرم افزار یه سش کانتینر ها رو برام میسازه که لینوکس بیس هست، یعنی سیستم که روی هر کانتینر هست لینوکسیه و در واقع همونطور که میدونید خب برعکس ویچوال ماشین در واقع اینجوری که اون ریسورس سیستم شما رو کامپیوتر شما رو تقسیم بندی میکنه، مثلا میگه که اگه مثلا شما یه ویچوال ماشین مثلا ویندوز بیس دیگه ویچوال ماشین لینوکس بیس میاد تقسیم بندی میکنه، میگه که مثلا اینقدر از من برای اینه اینقدر هم برای مثلا اون یکی، یه همچه حالتی تقسیم بندی انجام میشه همون ابتدا، ولی تو داکر اینجوری نیست و کاملا داینامیک هستش و یه چیزی از پیش مشخص شده نیستش، این قدرت کانتینر ها هستش. همونطور که گفتم رو سرویس ها استفاده میکنه، میشه سرویس در واقع سرویس های کوچیکی که هستن و کار کوچیکی انجام میدن که کنار هم دیگه قرار میگیره، که حالا میخواد ببینید دقیقا در واقع آرکیتکچر میکرو سرویس چی هستش خب باید برید دقیقا سرچ کنید پیدا میکنید آرکیتکچرش رو، خیلی سختی هم نیستش. کوبرنیتس به طور اتومات هم از بین میبره و هم مدیریت میکنه کانتینرها رو برای اینکه برسه به اون حجم کاری که میخواد انجام بده، اون اسکیلینگ رو برسه و بتونه به اون نتیجه مد نظر هم برسه. کوبرنیتس در واقع همونطور که گفتم با استفاده از این سیستم کانتینری که داره باعث میشه که وران کردن چندین کانتینر باعث میشه که لود بالانسینگ برای شما بوجود، یعنی فشار خیلی زیاد به کل سیستم و این فشار پخش بشه و این خب قطعا توی اسکیلیبیلیتی اپلیکیشن خیلی اهمیت داره. اگه مثلا فرضاً اپلیکیشن شما روی 1000 تا یوزر خیلی خوب کار میکرد، روی 1 میلیون یوزر هم خیلی خوب کار خواهد کرد. همچنین با توجه به اینکه اتومات وقتی یه دونه یکی از کانتینرها حالا یا مشکلی میخوره یا میسوزه یا هر
داستان دیگه ای میاد یه دونه جدید جاش میسازه تا بتونه به اون یه مقدار مشخص شده کانتینری که از قبلش مشخص شده، مثلا گفته شده که 4 تا کانتینر باید هم ران بشه، با این ریکریت کردن وقتی که یه دونه از در واقع کانتینر ها از بین میره سعی میکنه به اون تعداد مشخص برسه. حالا بریم هم به بخش مختلف کوبرنتیس صحبت کنیم. بخش اصلی که داریم پاد هست، پاد همون کانتینر ما هست در واقع، ابسترکتی از اون کانتینر های ما هستش، جایی هستش که اپلیکیشن ران میشه، همونطور که گفتیم ممکنه کرش کنه یا حتی از بین بره. و خب با توجه اینکه ما چندین پاد داریم و این پاد ها بالاخره توی هر سیستمی که یه چیزی پخش میشه، حتی تو سیستم نرم افزاری که ما پروسس و ترید ها رو داریم که برنامه رو پخش میکنه بین اونها که کارو انجام بدن، خب اینا بعد با هم دیگه ارتباط برقرار میکردن. حالا اونجا سیستم های مختلفی بود، مثلا سیستم های پایپلاینی رو داشتیم که توی پایپ میرفتن مینوشتن نیم تایپ و این داستانا، ولی توی پاد خب اینجوریه که به هر کدوم از اون پاد یک داینامیک اینترنال آی پی ادرس، یعنی آی پی ادرس داخلی داینامیک بهشون در واقع داده میشه که این باعث میشه پاد ها بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. و هر موقع که یه پاد از بین میره یه دونه جدید جاش ساخته میشه که اینو گفته بودیم قبلا، ولی نکتهش اینجا اینه که خب اون چیزی جدیدی که ساخته میشه یه آی پی جدید بهش اختصاص داده میشه. بخش بعدی نود هستش. نود در واقع یک در واقع کانتینر شامل از کانتینرها هستش، چندی کانتینر شامل میشه که دو تصویرم داریم میبینیم، بهش ورکر هم گفته میشه و اونجا که داره کارها رو انجام میده و میتونه چندین پاد رو اجرا بکنه. بخش بعدی کلاستر هستش. کلاستر مثل نود که شامل چندین کانتینر بود، کلاستر شامل چندین نود هستش، یعنی سطح بالاتر سطح پایین به سطح بالاتر هم بخوایم بگیم میشه پاد، نود و کلاستر. که داخل تصویر الان داریم میبینیم که یه مستر نود داریم و یه سری اسلیو نود داریم که الان این صحبت میکنیم که اون مستر چی اسلیو ها چی انجلوتر، ولی در همه حالا فعلا میدونیم که کلاستر شامل چندین نود میشه. بخش بعدی سرویس هستش. سرویس در واقع یه حالا آی پی ثابتی بهش داده میشه که باعث میشه که بتونیم با پادها ارتباط برقرار بکنیم. در واقع سرویس ها رو مثل همون سیستم API در نظر بگیرید. فرض کنید که یه سیستم API ساختید، خب میتونید که این API های شما از طریق آدرسی مثلا /API /git فرضاً باشه قابل دسترسی هستش، میتونید باش ارتباط برقرار کنید. اینجا از طریق اون آی پی باش ارتباط برقرار میکنید و اگه دقت هم بکنید تو همون سیستم API که دارید شما خب API‌تون خب یه داستانه، ولی داخل خود API ممکن یه سری متد یه سری سرویس صدا کنید که اون سرویس ها اصلا آدرس مشخص نیست، ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم از خارج بشه، یه چیزی که داخل برنامه هستش. اینجا هم ما اینترنال سرویس و اکسترنال سرویس داریم. اینترنال سرویس ها همون متد ها یا فانکشن هایی هستن که داخل API صدا میشد، فقط از داخل نود های داخل کلاستر قابل دسترسی هستن، ولی اکسترنال ها از خارج از کلاستر هم قابل دسترسی هستن. در واقع تمام درخواست هایی که به پاد ارسال میشه اول از طریق سرویس میرن و بعد این سرویس مشخص میکنه که آره بر اساس اون لود بالانسینگی داره میفرسته به اون پادی که باید و اون کسی که در واقع کمتر سر شلوغ یه همچین حالتی. میگم حالا API سیستم مثال زدم ولی خب این دقیقاً این اون نیست که سر تفاوت ها داره. بحث بعدی دیپلویمنت هستش. دیپلویمنت در واقع یه فایلی هستش شما مشخص، حالا یه سری مراحل حالا اینجا بیشتر در مورد فایلش موضوع، یه فایل کانفیگی که شما مشخص می‌کنید که کوبرنیتتون باید چه ویژگی‌هایی رو داشته باشه، این میشه در واقع بحث دیپلویمنت. در واقع اینجا هم که حالا گفته شده توضیحاتش و در واقع مشخص می‌کنه که حالا چه ایمیج های تصاویری که داخل کانتینر هستش بعد حالا پاد ها رو ران بکنن و اینجور مسایل، یا اینکه مثلا چند تا بعد پاد داشته باشه که تا حالا این تصویر رو میبینیم. مثلا این یه فایل کانفیگوریشن مثالی هستش که الان اینجا قرار دادم، فرض کن که سه تا رپلیکا اگه قرار باشه داشته باشه، اینکه سه تا کانتینر رو بعد انجام بدن کار رو. الان اینجا ما میبینیم که سه تا داکر کانتینر داشتیم، یکیش که وقتی بین رفته برای اینکه اون سه تا برسه، اون بحث این که یه عدد مشخصی کانتینر بعد ران بشه که قبلا گفته بودیم، اینجا همونه دیگه، یه دونش وقتی از بین میره میشه دو تا، برای اینکه برسه اون سه تا یه دونه سری جایگزین میکنه. بحث بعدی بحث
در واقع کاری هستش که نود بعد انجام بده، هر نود سه تا کار بعد انجام بده، یکیش در واقع هم ران کردن کانتینر ها هستش. دو تا بحث دیگه هم مثل کوبلیت و کوپراکسی. کوپراکسی در واقع لود بالانس میکنه و پراکسی میکنه در واقع درخواست ها رو به اون پادی که باید در واقع بر اساس اون سرویسی که حالا وجود داره. خیلی چیز خاصی نیست، صرفا پراکسی کردن اون وظیفه ایست که بعد انجام بشه. و کوبلیت هم در واقع برنامه ای هستش که در واقع ارتباط برقرار میکنه با پادها و نودها. بحث بعدی بحث مستر و نود اسلیف، مستر و اسلیف نود ها هستن که الان داخل این تصویر میبینیم. قبلا یه اشاره کوچیکی بهش کردیم به اسلاید قبلی. در واقع مستر صرفا مدیریت میکنه و حالا یه سری کاری مثل آتنتیکیشن همون شناسایی و در واقع احراز هویت اینا رو انجام میده، ولی به طور کلی مدیریت میکنه که چه کاری بره سمت چه نودی و این باعث میشه که اون لود بالانسینگ برای ما ایجاد بشه. همون فرم کوبلیتی که الان کوب پراکسی که اشاره کردید. اینجا هم داخل اسلاید آخر داریم میبینیم که در واقع کوبرنیتس چجوری کار میکنه. کوبرنیتس یا فایل دیپلویمنت منیفست داره که نشون دادیم بهتون یه نمونهش رو. این در واقع حالا باعث میشه که کوبرنیتس کانفیگور بشه و در نهایت شروع میکنه به کار کردن. اون اطلاعات اولیه رو در واقع انجام میده، اون کانتینر اولیه رو میسازه و اطلاعات هم پاس داده میشه به نودها که اگه حالا مثلا اگه اطلاعات کار خاصی لازم بود انجام بشه، مثلا ریکرییت کردن همون نودها، چند تا نود باید باشه، چه نودهای هر نودی باید چه کاری انجام بشه و اینا مشخص بشه. این بود معرفی کوبلیت. خب دیدیم که خیلی ساده بود، خیلی چیز پیچیده هم نداره به طور کلی، ولی حالا پیدا سادش یه مقدار سخت هستش که سعی میکنم برای اون هم یه ویدیو بسازم. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.